برنامه امروز رو با یک نکته اشاره کنم، چون یکی دو نفر از همیهنان بسیار ارجمندی که شاید نگران من هم هستند برای من ایمیل کردند. این دوربین هست که با شوربختی بنده رو چاق میکنه. من همون وزن و اندازه ای رو دارم که 5 سال پیش هم داشتم و گاه دوربین این بلا رو سر آدم میاره. البته دوربین متاسفانه قد رو بلند نمیکنه، مو هم به انسان اضافه نمیکنه، اما صورت رو اندکی فربت میکنه. خب میبخشید، این رو گفتم برای اینکه نگرانی هایی که دوستان بسیار ارجمند از راه ایمیل برای من فرستادن که آقا کمی مواظب تندرستی خودت باش، خیلی چاق شدی، رو این رو کاهش بدم. خب برویم بر سر موضوع اساسی. در این چند سالی که من در تلویزیون، در این برنامه یک کلمه، در این رسانه و در جاهای دیگر، در برنامه های دیگر با شما بودم، به خانه شما آمدم، و یا اگر شما از شمار کسانی هستید که بازپخش برنامه رو یا از راه اینترنت در کار خودتون نگاه میکنید، در دفتر خودتون نگاه میکنید، به کار شما آمدم، به دفتر شما آمدم، بر 3 چیز پافشاری کردم در این چند سال. نخست درباره نیاز به ساختن یک فرهنگ نو در ایران، پالایش ارزش‌های نادرست فرهنگی که در میان ما ایرانیان جا گرفته، پا گرفته، ریشه دار شده، با شیر اندرون شده و با جان دگر برورون شود، رفته به تار و پود زندگی ما، و بسیاری از این ارزش‌ها ارزش‌های نیکی نیستند و ما باید به پالایش اونها بپردازیم و در پالایش اونها فرهنگ و ارزش‌های تازه‌ای رو بر پایه جنبه‌های بسیار نیک تاریخ و فرهنگ خودمون بسازیم، و همچنین با بهره برداری از ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های ارزش مثلا ارزش جنبه‌های ارزشی فرهنگ غرب، جنبه‌هایی که بسیار برجسته است، مانند حقوق فرد، مانند بردباری، چیزهایی که بر روی در تاریخ و فرهنگ ما بیگانه نبوده ولی بسیار در حاشیه بوده. دومین نکته‌ای که در این برنامه ها برش پافشاری کردم، نیاز به داشتن دولتی است که این دولت نه بر پایه ایدئولوژی، نه بر پایه دین، بلکه بر پایه نیازهای سازندگی جامعه کشور رو بسازه. بر جدایی دین و دولت پافشاری کردم و به بیرون رفتن ارزش‌های دینی، آینی، ایدئولوژیک از ساختار فرمانروایی پافشردم و درباره اونها بارها سخن گفتم. جدایی دین و دولت و نیاز به پذیرش ارزش‌های سکولار که برخی اون رو لایسیته میدونن، که من البته از واژه لایسیته استفاده نمی کنم چون جنبه تندروتری نسبت به دین میدارد. از ارزش‌های سکولار، جدا بودن دین و دولت هم باره سخن گفتم. بر این پاپه شدم که ما باید به دنبال ساختن یک دولت سکولار و یک جامعه سکولار در ایران باشیم، نه به این معنا که مردم نباید دین داشته باشند. مردم حق دارند به هر دین و آیینی که باور دارند بمانند و یا از یک آیین و دین به دین دیگری بپیوندند. این کار دولت نیست و دولت باید بیرون از این حوزه ها به بهبود زندگی مردم و امنیت ملی و ساختن آینده جامعه بپردازه. سومین زمینه‌ای که در این سالها دربارش سخن گفتم، درباره نیاز به رفرماسیون دینی در ایران هست. رفرماسیون در ساختار فقه اسلامی، خب به ما که مربوط می شود فقه شیعی، ولی روی هم رفته فقه اسلامی، به ویژه امروز که ما با جریان تندروی آدمکشان داعشی هم در همسایگی خودمون روبرو هستیم و دنیا هم با این پدیده روبروست. من بر این 3 زمینه در این برنامه های یک کلمه پافشردم و درباره جنبه های گوناگون اون سخن گفتم. این 3 زمینه‌ای که اشاره کردم با هم خیشاوندی هم دارند، از یکدیگر جدا نیستند، از یک خانواده کارزار اندیشه‌ای در جامعه ایران هستند. امروز می‌خواهم اندکی به این بپردازم که چرا باید به این کار ما دست بزنیم، چرا باید به پالایش فرهنگی، به ساختن یک دولت سکولار
جدای دین و دولت و به اصلاح دینی، اصلاح رفرماسیون فقه اسلامی در ایران و جهان، جهان اسلامی بپردازیم. موضوع دو سوم البته از حوصله این برنامه یا از چارچوب این برنامه خارج است، چون کاری نیست که من و شما شنونده این برنامه می توانیم انجام بدهیم. کار بزرگی است که باید اونهایی که خودشون رو مسلح یا نظریه پرداز یا رفرماتور، رفرماسیون، طرفدار رفرماسیون دینی می دانند، رفرماتور دینی می دانند، اونها باید به این کار دست بزنند. من سفارشی است که به اونها می کنم و به جامعه خودمون. اجازه بدهید که سخن امروز خودم رو از یک نمونه آغاز کنم که شاید بهتر بتواند گرفتاری امروز جامعه ما رو در برابر شما بنهد. بیاندیشید که خانواده ای رو در نظر بگیرید، خانواده ای با درآمد اندکی یا درآمدی میان، نه خانواده بسیار توانا، نه خانواده بسیار ناتوان، خانواده ای که مرد و زن هر دو یکی کار میکند، دیگری شاید کار نکند، چند فرزند دارند و درآمدی دارند و بخور و نمیر و زندگی رو میگذرانند. این خانواده، این پدر و مادر برای فرزندانشون چه باید بکنند؟ یک پدر و مادر خوب برای فرزندانشون چه کارهایی انجام میدهند؟ در همین خانواده ای که خانواده متوسط میانی جامعه مانند ایران باشد و هر جامعه دیگری، خب خوراک برای فرزندان فراهم میکنند، کوشش میکنند بهترین خوراک رو برای اونها فراهم کنند، پوشاک فراهم میکنند، اگر توانایی داشته باشند در خانه زندگی میکنند که فرزندان دارای آزادی هایی در این خانه باشند، اتاقی داشته باشند، تختی داشته باشند، کوشش میکنند که در جایی زندگی کنند که امنیت فرزندانشون حفظ بشود. اگر توانایی داشته باشند نمی روند در ناامن‌ترین جای شهر زندگی کنند، کوشش میکنند به جای بهتری بروند که فرزندشون یا فرزندانشون در اونجا از یک امنیتی برخوردار باشند. کوشش هایی میکنند برای خوشی فرزندان، سرگرمی فرزندان، سفر با اونها، بردن اونها مثلا به پارکی، به گردشگاهی، به ورزشگاهی، چیزهایی که بر روی فرزند رو خوشحال میکنه. در کار درس و مشق و مدرسه هم به اونها یاری میرساند اگر توانایی داشته باشد، اگر زمان به اونها اجازه بدهد. این کار پایه‌ای یک پدر و مادر خوب در جامعه است. اما پدر و مادر خوب بیش از این هم برای فرزندانشون میاندیشند و کار میکنند. و این جنبه دومی که اشاره میکنم حتی از کار نخستین اونها دارای ارزش بالاتری است و اون هم کوشش برای تأمین آینده این فرزندان است. کوشش میکنند اونها درس بخوانند، دانشگاه بروند، اگر پدر و مادر دانشگاه رفته نباشند دست کم فرزندان به دانشگاه بروند، کار بهتری پیدا کنند، کوشش میکنند اونها رو در یک شاهراهی، در یک جاده، در یک مسیری قرار بدهند که اینها زندگی بهتری از پدر و مادر داشته باشند یا دست کم زندگی بدتری نداشته باشند. کوشش میکنند زندگی آینده اونها رو تأمین کنند. این بخشی که خدمتون میگم از تأمین امنیت و زندگی روزانه فرزندان برای پدر مادرها با ارزشتر و دارای جایگاه برتری است. آینده اونها رو فراهم میکنند. خیلی از پدر مادرها از زندگی امروز خودشون میزنند، از خوراک و خوشی های امروز خودشون میزنند تا فرزندانشون آینده بهتری داشته باشند، درس بخوانند، زندگی آسوده تری از اون زندگی که اونها داشتن داشته باشه. این آرزوی هر پدر و مادر خوبی در دنیاست که فرزندشون شادکام و شادمان و بهروز باشه، سربلند باشه. افتخار هم میکنم که بله من درس نخوندم ولی فرزندم امروز دکتر شده، مهندس شده، وکیل شده، خانواده فراهم کرده، زندگی بهتری دارد. این آرزو و رویای هر پدر و مادر خوبی است. پدر مادرها مانند پدر مادر خود من هم از زندگی خودشون میگذرند،
فداکاری هایی می کنند که فرزندانشون زندگی بهتری داشته باشند. این پدیده ایرانی نیست، پدیده است که در همه دنیا شما می توانید جستجو کنید و بیابید و ببینید که یک پدر و مادر خوب چگونه برای خانواده و فرزندشون فداکاری می کنند، کوشش می کنند، کار می کنند، می اندیشند. مهم نیست چه اندازه سواد و دانش خودشون داشته باشند، ولی به هر روی امیدوار هستند که فرزندانشون زندگی بهتری داشته باشند. این آرزوی هر پدر و مادر خوبی در دنیاست که بیشتر پدر مادرها یا بیشترین پدر مادرها از این دست هستند، پدر مادرهای خوبی هستند برای فرزندانشون. اندکی درنگ کنیم، پدر گاهی بلیت وقت آزمایی می خرد، گاهی شرط بندی می کند و به ناگاه در این شرط بندی یا در این خریدن بلیت بخت آزمایی، این بلیت هایی که در تمام دنیا امروز رایج شده، در کشور ما هم میگفتن چهارشنبه ها روز خوشبختی است، اون زمانی که بلیت بخت آزمایی اون دوران رو میفروختند، یک لحظه درنگ کنید و بیاندیشید که پدری رفته و بلیتی خریده و برنده شده، یا در یک کار بازرگانی سودی بهش رسیده و یک بار پول هنگفتی به دست آورده. خب درباره پدر و مادر خوب بودن سخن گفتیم، حالا این پول هنگفتی که به این خانواده رسیده، این پدر و مادر باید برای چه چیزی ازش بهره بگیرن؟ بخشی از اون رو بهره میگیرن که زندگی امروزشون بهتر بشه، سامانی پیدا بکنه. اگر در یک خانه کوچکی زندگی میکنن، به خانه بزرگتری میروند. اگر در یک کوی بدی زندگی میکنن، به کوی بهتری میروند. اگر رخت فرزندانشون رختهای فرسوده است، رختهای بهتری رو برای فرزندان میخرن. از این پول باد آورده یا از این دارایی بهره میگیرن برای بهتر کردن زندگی امروزی فرزندانشون. اما یک پدر مادر خوب و دوراندیش از این پول باد آورده و جایزه بخت آزمایی یا پولی که از راه بازرگانی یا هر چیز دیگری به اونها رسیده، برای آینده فرزندانشون هم سرمایه گذاری میکنن، کاری میکنن که فرزندان دبستان و دبیرستان بهتری بروند، درس بهتری بخوانند، دانشگاه های بهتری بروند، آینده نیکی داشته باشند. حتی میآیند و مثلا صندوق پسنداز درست میکنند و کارهایی از این دست. دولت مانند پدر مادر جامعه است. دولت باید از زندگی فرزندان خودش، یعنی مردم باشنده کشور، از اینها پاسداری بکنه، به زندگی اونها برسه، درآمدی که می‌دارد رو ازش بهره برداری نیک بکنه، بهره برداری خردمندانه بکنه که زندگی شهروندان بهتر و بهتر بشود، آسایش پیدا کند، کوشش کنه امنیت رو برای جامعه حفظ کنه. اما دولت مانند پدر و مادر نیک، پدر و مادر خردمند و دوراندیش، به آینده فرزندان خودش، به آینده کشور هم میاندیشه، به آینده هم نگاه میکنه و کوشش میکنه کارهایی انجام بده که دولت‌های آینده و مردم نسل های پس از امروز زندگی بهتری از امروز داشته باشن. دولتی که کشور ناتوانی رو ناتوان تر کنه، مانند پدر و مادر بدی هستند که به فرزندان خودشون نمی رسند. دولتی که دنیای امروز رو، کشور امروز رو، دولتی که بر این کشور چیره است، کشور بهتری رو به نسل آینده واگذار کنه، دولت خوبی است. دولتی است که از فرزندان خودش، از شهروندان خودش پاسداری کرده، زندگی بهتری رو در برابر اونها قرار داره. این دولت، دولت خردمند است، دولت آینده بین هست، آینده نگر هست. دولتی است که به دنیای آینده، زندگی آینده فرزندان خودش، شهروندان خودش، مردمان خودش میاندیشه. افسون بر ایجاد امنیت، زندگی بهتر امروز در اندیشه زندگی بهتر فرداست، مانند پدر و مادر خوب، مانند خانواده‌ای که فرزندان خودش رو برای فردای بهتری آماده میسازه. کمتر پدری است که کارگر معدن باشد و سر شام به فرزندانش بگوید که حتما شما هم باید بروید و کارگر معدن بشوید.
او اگر اندکی خرد داشته باشد که بیشتر انسانها دارند، میگوید بروید درس بخوانید که به این روزگار من دچار نشوید، به معدن نروید با چهره زغال گرفته و سوخته و نفس بریده به سر شام نیایید و زندگی بهتری داشته باشید. آموزگار بشوید، دکتر بشوید، مهندس بشوید. این پیامی است که پدر خوب به خانواده میدهد، مادر خوب به خانواده میدهد. زندگی بهتری رو برای اونها میخواد. دولت همچنین است. دولت چند وظیفه داره: بهبود زندگی امروز جامعه بر پایه توانایی های مالی و اقتصادی و جغرافیایی و دیگر و دیگر امروز، ایجاد امنیت برای شهروندان هم در حوزه مرزهای کشور هم در داخل شهرها و روستاها، ایجاد ساختارهای حقوقی خوب برای کشور که مردم اگر گرفتاری های با هم دارند، این گرفتاری ها رو از راه های درستی به اونها برسند. ولی یک وظیفه برجسته تری هم بر گرده دولت نهفته شده است و اون ساختن آینده این کشور، آینده شهروندان جامعه است. تأمین امکانی است که آینده رو بتواند بهتر و خوشایندتر در برابر مردم امروز برهد. فرزندان امروز ما رو، فرزندان باشندگان امروز ایران رو زندگی بهتری به اونها نوید بدهد. این یک دولت خوب است، دولت سازنده است، دولتی است که تعهد به مردمش داره. دولت نادرست دولتی است که از همین پول آینده فرزندان شهروندانش میدزده، مانند پدری است که به جای اینکه پول رو، درآمد رو برای زندگی بهتر فرزند خرج کنه، میرود قمار میکنه، میرود عیاشی، میرود به کارهایی میپردازد که به آینده این فرزندان پیوندی نداره. مادری که در این کشورهای غربی میبینیم مست و لایعقل شده و کاری به کار فرزند نداره، گرفتاری های خودش رو داره. اینها پدر و مادر خوب نیستن. پدر و مادر خوب اون چیزی رو که در دست دارن برای فرزندشون، برای تحمیل خانواده در اونجا هزینه میکنند. البته زندگی خوشی هم برای خودشون حتما باید داشته باشن، حتما باید در این دنیا از توانایی های زندگی بهره بگیرند، لذت ببرند، اما به آینده فرزندانشون میاندیشن. دولت خوب همینطورین دولتیست، دولتیست که جلوگیری میکنه از دوستی ها، جلوگیری میکنه از اینکه دارایی کشور تباه بشود، جلوگیری میکند از اینکه سرمایه آینده کشور از میان برود. حالا درنگ کنید، لحظه درنگ کنید، بیاندیشید. مانند نمونهی که در مورد خانواده برای شما گفتم، دولت هم بلیت بخت آزمایی خریده و میبره. حالا در مورد دولت ها، اینها بلیت بخت آزمایی نیست، یک باره معدنی رو کشف میکنن، منابعی رو دست میابن، موقعیتی یک دولت پیدا میکنه. ما در ایران صد و هندی سال هست، در همون دوران تقریبا مشروطه به نفت دست یافتیم و یک ماجرایی شد نفت در زندگی ما ایرانیان، یک وسیلهی شد، ابزاری شد که ما از این تنگ دستی تاریخی شاید بتوانیم رهایی یابیم و یاری هم رساندی. نفت، درآمد نفت، یاری های زیادی به ایرانیان از دوران رضا شاه به این سوی رساند. از پناه درآمد نفت بود که بسیاری از سازندگی ها در کشور ما انجام شد و به ویژه پس از چهار برابر شدن درآمد نفت در سال 52، 51، 52، 53 به راستی می توان گفت یک بخت تازه در برابر جامعه ایران گشوده شد. شوربخت ها که در اون دوران بخش زیادی از این درآمد رو برای خرید جنگ افزار ازش بهره گرفتن و سرمایه گذاری های اندکی در زمینه آینده شد. اما در این 37 سالی که این پدر خانواده، دولت کنونی ایران، با این پیام های بهشتی و آسمانی و رستگاری به سر کار آمده، چه روی داده؟ این بلیت بخت آزمای ایران، این بلیتی که نفت نام داره، به یک باره گل کرده، شکوفا شده. درآمد نفت ایران به جایی رسیده که ما در این 37 سال یا دست کم در 20 سال گذشته، دوره جنگ
گرفتاری هایی بود. ولی در این بیست و اندی سال گذشته و به ویژه در دوران خواستم بگم پادشاهی آقای احمدی نژاد، ولی این واژه جمهوری به زبانم نمی کرده چون واقعا جمهوری نبوده، ولی فرمان روایی آقای احمدی نژاد و ولی فقیه یا در پناه آقای ولی فقیه، درآمد نفت ایران نزدیک به نیمی از درآمد نفت سالهای گذشته بوده. روی هم رفته کارشناسان چنین بررسی میکنند، برآورد میکنند که در دوران جمهوری اسلامی ما نزدیک به 800 میلیارد تا 1 تریلیون دلار درآمد نفت داشتیم. اینجاست که به این نمونه پدر و مادر خوب میرسم. پدر و مادری که یک باره پول کلانی به دستشون رسیده، همون فرزندان رو هم دارن. حالا شاید یکی دو فرزند هم به این خانواده اضافه شده. چه خواهند کرد؟ یک پدر و مادر نادرست و بد میروند و این پول کلانی که به دستشون آمده برای کامیابی های زندگی خودشون بهره میگیرند، پول رو هدر میدند، ماشین تازه میخرند، ماشین تازه تازه تر میخرند، ساعت طلا میخرند، کارهایی میکنند که از دست هم میروند، میروند در کارهایی که به قمار و عیاشی و چیزهایی از این دست مربوط میشود، این پولها رو هدر میکنند. اینا البته مثالهای عامیانه و ساده است که من برای شما میارم. دولت همچنین است. یک دولت خوب هنگامی که با یک درآمد کلان روبرو می شود، افسون بر بهتر کردن زندگی امروزی به چه می پردازد؟ به ساختن آینده. اگر این بلیت وقت آزمایی که برده تکرار شدنی نباشه و گذرا باشه، کوشش می کنه از این پولی که به دستش آمده در زمینه هایی سرمایه گذاری بکنه که درآمد ثابت آینده داشته باشه. درآمد نفت هم چنین است. زمانی که هر بشکه نفت بالای 100 دلار معامله میشد، یک دولت با درایت باید این پول رو سرمایه گذاری میکرد در زمینه هایی که اگر این درآمد نفت از میان رفت، کاهش پیدا کرد، جنگی در گرفت، گرفتاری هایی به وجود آمد، ما دیگر نیازمند به این درآمد کلان نفت نباشیم. نه اینکه بیاید و آواز بخواند و سرخوش باشد از اینکه این درآمد تا ظهور امام زمان همچنان پای بر جا خواهد بود و ما زیاد نباید نگران باشیم، چون امام زمان در آستانه نشسته و همین روز هاست که بیاید و بنابراین بی خود نباید این سرمایه گذاری ها رو برای آینده هزینه کرد. امام زمان تقریبا خبر داده و داره میاد و وقتی بیاد دیگه درآمد نفت اهمیت نداره، همه چیز درست خواهد شد. این پیام 30 ساله حکومت در ایران بوده. دولتی که قرار هست بناست پدر و مادر جامعه ایران باشد، والدین این کشور باشد و کشور رو برای زندگی آینده، روزهای آینده، روزهای طوفانی آماده بکنه، در دورانی که شاید سقف خانه خراب شود و نیاز به سقف تازه‌ای باشد، طوفانی در بگیرد و بسیاری از چیزها را از دست بدهیم. این طوفان در گرفته. امروز درآمد نفت ایران به 1/5 درآمد نفت چند سال پیش رسیده. امروز نفت رو در بازار به بین 26 تا 32 دلار می فروشند. ایران در فروش نفت به زودی زیان خواهد دید. یعنی نفت رو کمتر از هزینه خواهد فروخت. اما برای جلوگیری از دست دادن ارز چاره جز فروش نفت نخواهد داشت. این دولت، این پدر و مادر جامعه به جای سرمایه گذاری برای آینده ایران، این پولهای هنگفت به دست آمده در این سالها رو نه از راه ندارم کاری، از راه ایدولوژیک، از راه کوبیدن بر تبل وفاداری به یک جهانبینی دینی، چشماندازهای بدون از خرد از دست داده. ما هیچ چیزی امروز نداریم پس از این همه سال درآمد نفت که بر پایه اون بتوانیم بگوییم که نگران نباشید فرزندان ایران، مردم ایران، آیندگان ایران، ما این سرمایه گذاری های کلان رو در رشته های گوناگون چنان انجام دادیم که اگر این پول نفت خشک بشود،
از راه درآمدهای دیگر زندگی بهتری رو در برابر شما قرار خواهیم داد. دولت خردبین نروژ که خیلی سالها پس از ایران به نفت دست یافت، بخش بزرگی از درآمد نفت رو سرمایه گذاری کرد. البته اینجا و اونجا هم مانند پیام هایی که آخوندها ایران میدهند، پولکی رو بر سر سفره مردم نشان داد. اما بیشتر این درآمد نفت رو سرمایه گذاری در رشته های دیگر کردند که اگر فردا مانند امروز درآمد نفت خوش بشود، اگر تولید نفت دارای به جایی برسد، بهای نفت به جایی برسد که تولید نفت ناشدنی باشد، یعنی تولید نفت گرانتر از بهای نفت بشود، به جایی که بشکه 100 دلار بفروشند بشکه 30 دلار بفروشند و هزینه تولید 30 دلار باشد که به تولید نمی ارزد، از این پول، از این سرمایه گذاری در جاهای دیگری بهره بگیرند، آینده بهتری را برای فرزندان آینده جامعه نروژ ارمغان بدهند. یک دولت خردمند چنین می کند، بر پایه نیازهای واقعی جامعه، نه بر پایه ایدولوژی، نه بر پایه دین، نه بر پایه دستورهای این آیت الله آن آیت الله، این حدیث و آن حدیث، نه بر پایه انتظار رسیدن امام ناپیدا که هزار سال است کسانی انتظار او رو می کشند و رویایی است که با دروغ و فریب به مردم نسل‌های امروز و فردا داده می شود. به زودی خواهد رسید، به زودی همه چیز رو حل خواهد کرد. اگر حل خواهد کرد، چرا شما با چنین استواری و دو دستی به دولت و فرمان روایی چسبیدید؟ بل کنید، ظهور پیدا خواهد کرد و شما رو نجات خواهد داد. اما چنین نیست. در این 37 سال دولت در ایران بر پایه یک پیام مذهبی، پیام آینی، پیام ایدئولوژیک تمام درآمد نفت ایران رو هدر داده. خب جاده اینجا اونجا کشیدند، به روستاها گاز رساندند، چند دانشگاه اینجا اونجا درست شده، شاهراه ساختند، چیزهای از این دست. ولی شما به من بیلان این رو نشان بدهید که آنچه در ایران از این 800 میلیارد دلار، 1 تریلیون دلار درآمد نفت هزینه شده، می توانید نشان بدهید هزینه هایی که در این سالها در ایران انجام گرفته نزدیک است با این درآمد کلان نفت؟ میگویند بین 200 تا 500 میلیارد دلار در این سالها گم شده. البته گم نشده، در جیب کسانی است، در حسابهای بانکی است، در سرمایه گذاری های کلانی است که در کشورهای شیطان های بزرگ و کوچک و شیطانک های میانی انجام میدهند، برای فرزندان خودشان، اونهایی که بهایی به آینده این کشور نمیدهند، بها به فرزندان زندگی خودشون میدهند. در این کشورها سرمایه گذاری میکنند، پول های کلانی که به نام دین، به نام آینده، به نام کشور اسلامی از میان رفته. بخشی از این پول ها رو هزینه کردند، در کشورهای دیگر جنگ به راه انداختند. بخش از این پول ها به میلیشیای نظامی شیعه عراق رفته. به ما چه؟ بخش از این پول ها در لبنان هزینه حزب الله شده. بخش از این پول ها موشک هایی است که در دست حماسی هاست، ده ها هزار که بمباران میکنند خانه های مرزی در اسرائیل. این از کجا میاد؟ از هزینه دولت جمهوری اسلامی است. پولی است که پول ماست، پول فرزندان و نسل های آینده ایرانه. در یمن خرج شده، حتی رفتن در جزیره به نام قمر، چون اونها شیعه هستن، حالا نمیدونم چند نفرن، در اونجا هزینه کردن. هر کجای جهان که توانستن از این نوع هزینه های کلان، از پول باد آورده ای که امکان زیرزمینی کشور ما در اختیار اونها قرار داده، به نام دین از این بهره گرفتن و هیچ چیزی برای آینده کشور ما نساختن. امروز بحرانی که در گرفته، من نمیگویم این بحران نفتی تقصیر جمهوری اسلامی است، ولی به هر روی بحرانی است. درآمد نفت کاهش پیدا کرده به طرز بسیار بسیار خطرناکی، و اگر همین چند روز آینده، هفته های آینده، این 50 تا 150 میلیارد دلاری که میگویند پول های گرفتار شده ایران در بانک های خارجی است، توقیف شده از سوی دولت های اروپایی است در دوره تحریم ها، اینها به ایران نرسه،
ایران در آستانه بحران شکننده بدون رهایی قرار خواهد گرفت. بیهوده نیست که این 10 نفر رو، 10 نفر ملوان آمریکایی رو شتابان آزاد کردند که مبادا گرفتاری در رسیدن این پول به وجود بیاید. من امروز نمیخوام با شما گفتگوی اقتصادی بکنم. من درباره آینده کشور با شما گفتگو میکنم که یک دولت بیخرد، یک دولتی که بر پایه ایدئولوژی کشور رو اداره میکنه، چگونه توانایی های کشور رو برای ساختن آینده فرزندانش، مانند یک پدر و مادری که به آینده فرزندان نمیاندیشند، از دست میدهند. اجازه بدهید که از جای دیگری باز میگردیم، یعنی من شما رو میبرم به یک سفر دیگری در این بخش برنامه و باز میگردم به آنچه که برنامه رو با اون آغاز کردم. کتابی در دست دارم، نزدیک به 90 سال از عمر این کتاب میگذره. این رو نشان میدم به شما که ببینید که در واقع زوار اون هم پاره شده. کتابی است به نام جامع الفروق. خب میدانی که از دیرباز ما در فقه شیعه کتاب ها یا رساله های عملیه داشتیم که آیات عظام یا مجتهدان نامآور می آمدن و دستورهای دینی خودشون رو برای مؤمنان و مؤمنین می نوشتند. آمدن در دوران پادشاهی رضاشاه کسانی بران شدند که در دوران پوزش میخوام دوران محمد رضا شاه کسانی بران شدند که بیایند و یا شاید هم ببخشید همون درست میگفتم دوران رضا شاه بیایند و دستورهای دینی یا فتواهای دینی آقای بروجردی رو که هنوز اون بروجردی بزرگ نشده بود، هنوز مرجع قطعی تقلید نشده بود، اینها رو گردآوری کردن و کتابی نوشتن، کتابی فراهم کردن به نام جامع الفروق. جامع الفروق همه دستورهای دینی آقای بروجردی رو در یک جزوه کوچکی نسبتا کوتاهی جمع‌آوری کردن. بیشتر این کتاب‌ها یا رساله‌های عملیه با این عبارتی که برای شما میخوانم آغاز می شود. شبیه همین، یعنی هر مجتهدی که کتابی نوشته، جمله همین آقای خمینی و کتاب رساله‌ای که توضیح المسائلی که ایشان نوشته و همه توضیح المسائل دیگه، اصلا از اینجا آغاز می شود که بدان که واجب است بر هر مکلفی، هر کی بر او تکلیف است، یعنی کسی که به بلوغ رسیده، دختر 9 ساله و پسر مثلا 13-14 ساله، هر کسی که بر او تکلیف شرعی است که در اعمال خود از عبادات و معاملات، فقط نه عبادات، در عبادات، معاملات و غیر آنها، یعنی همه چیز، یا عمل به رأی خود نماید، اگر مجتهد باشه، یعنی اگر مجتهد باشه خودش میتواند تصمیم بگیره که چه چیزی درست است چه چیزی نادرست است، و یا تقلید کند از مجتهد جامع شرایط. خب این درسی است که درس نخست فقه شیعه است که یک مسلمان شیعی باید از یک مرجعی، از یک مجتهدی تقلید کنه، یعنی بپذیره اینکه مجتهد دارای دانش بیشتری از اوست. خب در این جای گفتگو نیست که شاید در آنچه که به فقه مربوط می شود، فقه در امور شخصیه، دانش یک مجتهد خیلی بالاتر از دانش من و شما باشه. من که اصلا خودم رو پایبند به این مسائل نمیدونم، ولی به هر روی چه بسا در زمینه مثلا نماز و روزه و حج رفتن و سفر کردن و رخت نجس نپوشیدن و چیزهایی از این دست، وضو و دیگر چیزها، مجتهدینی که میروند سالها درس میخوانند و از این نوع به قول کسری پرتوپله ها رو یاد میگیرند، اینها به هر حال از دانش مردم کوچه و خیابان بیشتر میدانند. آنچه که در اینجا گرفتاری ماست و از دیرباز بوده، نه اینکه امروز اینگونه شده، ولی در
چارچوب دولت جمهوری اسلامی تمامیت رو یافته، به رو آمده، در برابر ما قرار گرفته، در این است که این دستورها و تقلید رو نه تنها در زمینه عبادات و حالا میگویند معاملات، بلکه در غیر آنها، این غیر آنهاش خیلی مهمه، در غیر آنها به یک روش پذیرفته شده بزرگان دین تبدیل شده. کوششی که در برابر ساختار قانونمداری در ایران آخوندها انجام میدهند، چون معتقد بودند که مجتهدان نیاز به قانون ندارند، خودشون بر پایه قرآن و حدیث قانون میگذارند، اصلا اونها هستند اهل قانون، ما به قانون چه نیازی داریم؟ شیخ فضلالله نوری و هم‌اندیشان ایشان میگفتند که قانون رو خداوند تعیین کرده، کتاب قرآن است و حدیث. البته حتی اونهایی هم که به شیخ فضلالله نوری نقد میکردند و او رو رد میکردند و حتی به زبانی میگفتند او در واقع از نزد این برگشته، بلکه دچار گرفتاری شده، کسانی مانند آخوند خراسانی، ناینی و دیگران، نه این است که اونها میگفتند باید بیرون از دین عمل کرد، اونها میگفتند اگر مجلس به وجود بیاید این مجلس قوانینی خواهد گذراند که این قوانین با شرع انور هماهنگ خواهد. این است که در قانون اساسی مشروطه هم آمدن اصل دوم متمم قانون اساسی رو تنظیم کردن که مبادا قوانین از شهر خارج بشود. اگر شما زندگی نامه احمد کسروی، زندگانی من و یا 10 سال در عدلیه رو بخوانید، میبینید که در زمینه پیدایش دادگستری در ایران چه درگیری هایی با آخوندها وجود داشته. زیر بار قانون نمیرفتن، میگفتن قانون همون قانون شرع است. بنابراین این سخن اون و غیره، چون اینجا خواندم، این خیلی مهمه توجه کنید بهش، میگوید وظیفه شرعی داره کسی که به سن تکلیف رسیده که در اعمال خود از عبادات و معاملات و غیر آنها، این غیر آنهاش خیلی مهمه، چون غیر آنها همه چیز میتواند باشد. بسیاری از آخوندها میگفتن این غیر آنها یعنی در همه زمینه های زندگی این دنیایی باید از مراجع و از مجتهدان پیروی کرد. این گفتگویی بود که در جامعه مدرن ایران وجود می داشت و در حاشیه بود تا جمهوری اسلامی به وجود آمد. در پیدایش جمهوری اسلامی ما آنچه رو که در اینجا می خوانیم دیدیم با پیدایش ولایت فقیه، یعنی در ساختار ولایت فقیه رسماً و قانوناً در قانون اساسی جامعه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که همه چیز بر پایه فرمان ولی فقیه است، همه چیز بر پایه شرع انور و فقه جعفری است. هر قانونی که با فقه جعفری مخالف باشد قانون نیست، هیچ کاری بیرون از فقه شیعه نمیتوان کرد. اون چیزی که آقای بروجردی غیر آنها میخوانده، این غیر این آنها شده نظام اجتماعی جامعه، اداره کشور، قانونگذاری، چگونگی گذراندن زندگی برای مردم در همه زمین ها، نه عبادات و معاملات. چون اونجا رو من میتوانم بپذیرم که یک انسان مسلمان شیعی در زندگی عبادی خودش، نماز و روزه و حج و خمس و زکات و غیره، اینها رو به فقیه رجوع میدهد، به کتابهای دینی رجوع میکند و میگوید که بنده از آیت الله گلپایگانی تقلید میکنم، ایشان گفتن چنین و چنان. خب اینها قابل پذیرش، اینها باورهای دینی مردمه. حتی این رو هم میتوانم بپذیرم که یک انسان پایبند به فقه شیعی در معاملات خودش از این دستورهای دینی پیروی بکنه، البته در چارچوب قانون. اما غیر آنها چیز، یعنی اداره کشور، همه چیزهایی که به گرداندن جامعه و حوزه عمومی مربوط می شود، این غیر آنها امروز شده قانون جامعه. یعنی باید از کسانی تقلید کرد، روحانیان اونها کشور رو میگردانند و در بلندای هرم روحانیت روحانیون شیعی ولی فقیه نشسته است. ولی فقیه که زمان آیت الله خمینی بوده، انقلاب 57 رو رهبری کرده و 10 سال دولت جمهوری اسلامی رو
پیشوایی کرده و سپس آقای خامنه ای به جانشینی ایشان و امروز ایشان نماد این مرجعیت هستند، نماد قیران ها هستند، کشور رو ایشان اداره می کنند. برگردیم به آنچه که در بخش نخست برنامه گفتیم که یک پدر و مادر خردمند بر پایه نیازهای زمینی زندگی فرزندان خودشون رو بهبود می بخشند و برای آینده برنامه ریزی می کنند. اما بر پایه این چنین داوری آسمانی و چنین بر پایه این چنین داوری ایدئولوژیک، آینی، مذهبی، نه، اونها برای رستگاری فرزندانشون در دنیای زمینی چندان بهایی قائل نیستند، بلکه دادن پول به روحانیون، رفتن حج و کربلا و هزینه برای آخوندها و چیزهایی از این دست بهای برجسته تری دارند تا بهبود زندگی فرزندانشون، چون ها رستگاری آن جهانی میخوان. رستگاری این جهانی دارای جایگاهی نیست. جمهوری اسلامی این بلا را سر جامعه مادر آورده. حکومت دینی، یعنی حکومتی که بر پایه این اصل گفته شده در دستور آقای بروجردی، خمینی و دیگران، کشور رو به امت و مجتهدان و در جمهوری اسلامی به ولی فقیه و امت، به عوام، به مردم، به کسانی که مانند گوسفند بناست که سرشون رو پایین بندازن هرچی رهبر گفت انجام بدن، در حالی که اداره کشور مانند اداره خانواده به خرد نیازمنده. اگه پدر و مادر خردمند نباشند، فرزندان درس بهتری نخواهند خوند، رستگار در این دنیا نمیشوند، زندگی بهتری پیدا نمیکنند. همین بلا رو بر سر درآمد نفت ایران آوردند، هزینه کردند برای کارهایی که هیچ پیامد این دنیایی ندارد، بناست در آخرت ما نتیجه اون رو بگیریم. خب این باوری که شما رهبران جمهوری اسلامی و آخوندهایی که دو دستی به این قدرت چسبیدید، به این بیپایگی این دنیا دارید، چرا این همه برای بهتر کردن زندگی این دنیای خودتون هزینه میکنید؟ این پولهای کلانی که دزدیده شده از بین رفته کجاست؟ نه این است که در جیب بسیاری از ملازادگان در کشورهای شیطان بزرگ و شیطان متوسط و شیطانهای نیمه متوسط و غیره پخش شده در آمریکا و کانادا و فرانسه و کشورهای دیگر؟ جز این است که شما به جای سرپرستی خانواده بزرگی که ایران خوانده می شود، به ساختن خانواده خودتون پرداختید و بهایی، باوری به رستگاری آن جهانی نمی دهید. چون اگر بنا بود به رستگاری آن جهانی بدهید، که اینها پولهایی بود که اصلا باید از اونها می گذشتید. بناست امام ناپیدا همین روزها پدیدار شود و زندگی شما رو بهبود ببخشد. چرا به این پولها چسبیدید؟ بلکه باوری به اینو سخنان ندارید. سخنان برای مصرف مردم است، برای این است که فریب بخورن مردم و بیفتن به دام این باور که گویا میتوان کشور رو بر پایه آموزش های کهنه هزار ساله اداره کرد. این است که من میگویم ما نیاز به پادایش ارزش های فرهنگی چیره بر جامعه داریم. یکی از این ارزش ها این باورهای خرافی و واپسمانده ای است که به نام دین این باورها بر مردم تحمیل کردند، به مردم نشان دادن، مردم باور دارن به اینکه باید این کار رو انجام بدن. دوم، جدایی دین دولت از دین به سررشته‌داری، به کشورداری چه ارتباطی داره؟ اداره کشور بر پایه خرد است. همان گونه که در نمونه‌ای که در مورد خانواده زدم، پدر و مادر باید بر پایه خرد نیاز زندگی امروز فرزندانشون و فردای فرزندانشون برنامه‌ریزی کنند، نه بر پایه‌ای که آخوند محل چه میگوید. بر اون پایه هست که باید زندگی فرزند رو بسازد و این نیاز به باور به سازندگی جامعه بر پایه نیازهای زمینی جامعه داره، به کارشناسان احتیاج داره. سطح رو که نمیتوان با
الله اکبر ساخت. شهرسازی که نمیتواند بر پایه آیات و قرآنی صورت بگیرد. آبرسانی که نمیتواند بر پایه باور به حدیث باشد. کشور رو باید بر پایه آن چیزی ساخت که دنیای مدرن نیازهای امروز جهان به ما حکم میکنه. و سرانجام بدون یک اصلاح بنیادی، یک دگرگونی بنیادی در فقه شیعه، بدون دست بردن به این نوع اندیشه های خرافی که تازه آقای بروجردی از خوباش هست، ما نخواهیم توانست جدای دین و دولت رو در ایران و دموکراسی رو در ایران ماندگار کنیم. همواره درگیر با باورها و ارزش‌های خرافی و نیروهای دینی در جامعه خواهیم بود. این نیاز به رفرماسیون دینی از اینجا برمیخیزد که اگر دنیای شیعی و اسلامی نتوانند خودشان را با نیازهای دنیای مدرن هماهنگ کنند، این پولهای بادآورده ای مانند 800 میلیارد دلار تا 1 تریلیون دلار درآمد نفت ایران از میان خواهد رفت و هیچ چیزی ما برای آینده نخواهیم توانست نشان بدهیم، زیرا بر پایه فقه، بر پایه باورهای خرافی میخواهند کشور رو بسازند، نه بر پایه نیازهای واقعی جامعه، نه بر پایه یاری رساندن به بهبود زندگی مردم در کشور ما. ما با این گرفتاری بنیادی رو ببستیم. من در گفتگو رو امروز باز کردم، هفته آینده این رو بیشتر باز خواهم کرد که این نارسایی های واپسمانده دینی فقهی چه پیوندی با کشورداری داره در ایران و چرا امروز کشور ما با یک بحران جدی اقتصادی و سیاسی و اخلاقی روبروز به دلیل همین نوع باورها، به دلیل همین نوع ساختارهای ارزشی. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.